فصل پنجم. هر کاهن بزرگ از میان مردم برگزیده می شود تا نماینده مردم در حضور خدا باشد. او به خاطر گناهان انسان هدایایی تقدیم خدا نموده و مراسم قربانی را انجام می دهد. چون خود او دوچار ضعف‌های انسانی است، می تواند با جاهلان و خطاکاران همدردی کند. ولی به علت ضعف خود مجبور است نه تنها برای گناهان مردم، بلکه به خاطر گناهان خیش نیز قربانی بنماید. هیچ کس اختیار ندارد این افتخار را نصیب خود بسازد، بلکه فقط با دعوت خدا به این مقام میرسد، همانطور که هارون رسید. مسیح هم همینطور. او افتخار کاهن بزرگ شدن را برای خود اختیار نکرد، بلکه خدا به او فرمود: تو پسر من هستی، امروز پدر تو شدم. و نیز در جای دیگر می‌فرماید: تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی صدق. عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با ناله و اشک از درگاه خدایی که به رهایی او از مرگ قادر بود دعا کرد و حاجت خیش را خواست، و به خاطر اینکه کاملا تسلیم او بود دعایش مستجاب شد. اگرچه پسر خدا بود، اطاعت را از راه تحمل درد و رنج آموخت و وقتی به کمال رسید سرچشمه نجات ابدی برای همه ایمانداران خود گردید و خدا لقب کاهن بزرگ، کاهنی به رتبه ملکی صدق را به او داد. درباره او مطالب زیادی برای گفتن داریم، ولی شرح آن برای شما که در فهم این چیزها کودن شده اید دشوار است. شما که تا این موقع میبایست معلم دیگران میشدید، هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفبا به شما تعلیم دهند. شما به جای غذای قوی به شیر احتیاج دارید. کسی که فقط شیر میخورد طفل است و در تشخیص حق از باطل تجربه ندارد. اما غذای قوی برای بزرگسالان و برای کسانی است که قوای ذهنی آنها با تمرین‌های طولانی پرورش یافته است تا بتوانند نیک و بد را از هم تشخیص بدهند.